کسی دیگری را که به شورای ما میپیوندد در جلسه آینده میبینید. عبدالجبار رشته تقدیم میکند. از آدمان پولاد است. من آدمی خوشامدگو را بد میبینم. یک کسی دیگر با ما میپیوندد. شاید با ما دو کسی دیگر میپیوندد و گمانم هیچ کس از آن اعتراض نمیکند. همین طور نه رفیقم؟ همین خیلو. تو نزد دولت اعتبار و احترام داری بو؟ لیکن از آدمان دولت که نیروی شورا را می افزاید تقریبا هیچ کس نیست. منظور تو چیست آقای عزت؟ با استخبارات کارمندان عدلیه ما باید ارتباط قوی داشته باشیم. هر که اینجاست به خود از کارمندان دولت دوست دارد که البته با فرمان و خدمت شورا می شود. آقای عزت، ما برای تون روزا رسیدن به مهنه در بستری گرم و ناز نرسیده ایم. چند دشمن پیدا کرده باشیم همان قدر دوست هم یافته ایم. دوستان شما برخیشان با مرور زمان پشتم گرداندند. درست میگویی، قانون طبیعت همین است. اما اگر دوستان ما که توفیل ما صاحب مقام در جامعه میگردند و از دوستی ما دوری میجویند، ما موقع آنها را تنگ کردن میگیریم. من این سخنان تو را حتما به اعتبار میگیرم، چون که تو میانی ما از همه جا تجربه اندوخته ای و بسیار بتمکینی. ما تو را احترام میکنیم، جهت قانونی و استخباراتی شورا را حتما تقویت میبخشیم. از همه اول اینجا بودن و به فرمان شورا وارد شدن برای من شرف است. همه آنهایی را که اینجا حضور دارند غایبان میشناسم و میدانم که ارباب های شایسته کسب و کار خودم. در این کرسی که حال خالص باوری دارم که ارسای اولوبه شخصی را میشناند که ارتباط ما را با خارجه تامین میکند. آقای هاشم گفته نیست که کدام کشور در پشت ماست؟ امریکا باشد، اسرائیل باشد، اروپا باشد، روسیه باشد، کدام کشور است؟ تماما درست گفتید. من گفتنیم که مناسبت های ما را با این کشورها کی به نظام درآورد؟ آقای هاشم می داند که در این کشورها من از آن شخصانی شناخته می شوم که در ترکیه گروه را سازمان دادم. تو 20 سال است که ما را می شناسی. ما چی واقع ها را در کشورهای جنوب و شرق آسیا و سر برده ایم تو خودت شاهد بودی. جز من کسی نیست که در حالتی فرمانی گروه بودن مستقل هم وجود داشته بیتواند. بی ارتباط با گروه هم به جای رسیدن امکان پذیر است. بعد آن که ما کارمان را به فرجام می رسانیم، نیروی خود را نشان میدیم، هممون مستقل به دولت کمک رساندن میگیریم. این طور هم نه که مثل اسکندر بزرگ در بدر خانه آدم جمع کنیم. آدمان خودشان به سراغ ما میآیند، چنون که ما به آنها احتیاج داریم آنها نیز به ما احتیاج مندند. شما هیچ تخمین نمیکنید که در این کشور مردم مشتاق آسودگی و استقرار است. هرچی پیش کرده شده است از در بیرون کرده نمی توانیم، ولی یک چیزی نو باید ساخت. چیزی نوی که ما ساختنیم و ساختاری پیشین نزدیک است. من می دانم که برای سازندگان ساختاری نو یکان نفهمی نخواهد شد. آقای یشر که از دوستان دانا، تجربه دار و بسیار سودمند ماست درست می گوید. ساختار نوی که ما با وجود آوردنیم با آن ساختار پیشینیان بسیار مانند است، ولی یک تفاوتی بسیار مهم دارد. در پشت ما لشکری نیست، چون که ما خود لشکر داریم. در پشت ما یگان و اون نیست، چون که ما و اوی خود را داریم. ما پلیس خود را داریم. در پشت ما هیچ سیستم حقوقی نیست، چون که ما سیستم عدلی خود را داریم. در پشت ما یگان ساختار تجارتی نیست، ما ساختار تجارت خود را داریم.
من هیچ لشکر رو نمی بینم. پلیس، واو، توجیر، قاضی، من نمی بینم. ما اونها رو اینجا که فراهم آمده ایم باید با چشم سرمون ببینیم، یا یکانجا پنهانند. همش را حتما می بینید، علاهیده علاهیده. در باره هرچی نمی توانید دیدن معلومات می دیند. تو هم بگو که این مردم باور بکنند و در کرسی آرام بشینند. این را من تا آمدنی آخرین اعضا موقوف میگذارم. حمیدی من اینجا یک نکته را بس هم شما رساندنی بودم. سپاه و او عدلیه، پلیس، تجارت، ثروت هنگفت را میخواد. من نمیتوانم تخمین کردن که از اعضای این شورا کی میتواند با ما یاری جدی برساند. ما اینجا برای افزودن ثروت دوستان مانیم، نه برای فقیر مفلس گرداندن آنها. از همه اول من به شما پول وعده می دهم. در ترکیه پولی هست که سپاه مرا تأمین کند. حتی برای ساختن یک لشکری دیگر هم امکان داریم. پول هنوز به شورا فرستاده نشده، اما همراه این کار را میکنیم. تو یک کاری وزین را با عهده داری، پول نقد میگیری نقد میدی. من تنها برای تو پشت و پناه بودن پول کلان یافتم. اگر اینجا بودگان همراه کار بکنیم، از آقای یشر خاکه بگیرم، از آقای ایزد ماده کیمیایی دوستی نیروی آقای هاشم را استفاده بکنیم، مطمئنم که از یک برو پارک های افتمبلی نظرناگیر میلیارد ها دلار سرمایه جمع میکنم. البته اگر در یک مدت کوتاه در دولت داخل ناپذیر بشوم. ساختاری محافظت دولت همان است که پیشتر بود مرادی من. غیر نقشه تازه گرداندنی صفهای افسرانه که خود پرورده است، ساختاری نوی دیگر ندارد. ما که به کارمان آغاز کردیم همه را کشته کشته پیش می رویم. وقتی که من پسری میمتی را کشتم، حتی که وقتی که اهالی آیله خود را کشتم، وقتی که به مزار هجوم کردم، بسیار تنقید شنیدم. مگر این کاریست؟ من برای سنجش کردم. من این را برای چی کردم معلوم است. برای آن کردم که دشمنان ما بفهمند چی چیزهای مهم را در زندگی می توانند از دست بدهند و چقدر ما در کار و پیکارمان جدیم. ما موفق شدیم. امروز نه دولت نه گروه مستقیمن یارایی با ما برخورد کردن ندارند. می ترسند. ما در عملیات هایی که تشکیل کردیم قسمان دست دولت را کوتاه کردیم. اکنون پایش را می بریم. تا ساختی غلامداری را برپا نمی کنیم، تا دولت دیگر نمی سازیم. آغوز، اینجا هر کس
به خاطر باوری قسم یاد میکند. انجیل و تورات و قرآن و پول قسم میخورد که صداقت مندانه و شورای ما خدمت میکند. تا وقتی که خیانت کرد نگوید نمیدانستم چی طور جبران کردن در کار است. خیانتی به این سه کتاب چی جزا دارد آشکار است. قسمی را که به پول کرده میشکنم نی جزا دارد. کتابی از همه مقدس قسم میخورم که تا آخری عمرم به تو و دوستانم خدمت میکنم. مادامی که میان شما از همه سالارتر منم به این کتاب مقدس قسم میخورم که به تو و دوستان تا آخر عمرم خدمت میکنم. به این کتاب مقدس قسم یاد میکنم که تمام عمر به تو و این دوستان خدمت خواهم کرد. قسم میخورم که تا آخر عمر با تو و این دوستان خدمت میکنم. من به هیچ چیز باور ندارم. قسم یاد میکنم که تا از تپیدن بازماندن قلبم با تو و این دوستان خدمت میکنم. قسم میخورم که تا فرجام عمرم با تو و با این دوستانم خدمت میکنم. قسم میخورم که تا آخر عمرم به شما خدمت کنم. اگر تو هاشم را در پهلوت میگرفتی ارسای تمام میشود. برای چی هاشم؟ هاشم لشکر و سلاح دارد، در دولت اعتبار دارد. یک خودش شاید 30,000 آدم داشته باشد و آن را تا 30,000 رسانده میتواند. این را تنها هاشم دارد، نه اولوبی.
ارسا یک لشکر 30,000 باید بسازد. چرا نه؟ حمید و عبدالحی پیشنهاد کرده است که سرور آن لشکر باشد. همین خیر پیشنهاد در حقیقت است؟ به تو یگان وظیفه پیشنهاد نکرد؟ نه، از من خودداری میکند. هم باور دارد هم نه. این لشکر چی کار میکرده است؟ حالیا معلوم شد که برای چی حمید را آورده است. برای چی اسبای عبدالحی شدن، این هم آشکار شده است. خائنان را استفاده میکنند؟ اوف مدیر، اصلا استفاده میکنند. این خیلی نیست. قسمت زیادی خائنان را به شهرهای کلان فرستادند، مخصوصا آنهایی را که آشکار شدند. به معلومات شما باید برسانم که آنها کیها فعالیت قانونی خود را آغاز کردند. در آن لشکر ارسا یا همی چند کس است؟ چند کس بپا می خیزد؟ تقریبا 10,000 کس است. 10,000 به گفتن آسان است، از کجا جمع می شود؟ بلاد علمدار، در داخل دولت و گروه اعترافچیانند که دولت استفادهشان می کند. 10,000 رقمی کلان نیست. از پای هر کدامی آن نه کمتر از 100 کسی دیگر می رود. همه این گپی بیهوده است. دولت از مردمی که در کشورهای جنوب و شرقی آسیا برای دولت ادای وظیفه کردند یک اتحاد یگانه اعترافچیان فراهم آورده است و آنها 30 سال است که پیکار دارند. در این میان از 30,000 گروه یگان تن کم نمی شود. حتی داموز وقتچی ها حساب ندارند. این روز که تو به تحقیق مشغول شده ای، حتما به صدها و صدها گروه های اعترافچیان اسکندر بزرگ برمی خوری و آن لشکر اسکندر را از راه زدن دشوار است، خیلی دشوار. اگر او 10,000 هزار تاگی دیگر جمع بکند 100,000 می شود. برای خوراندن و پوشاندن این لشکر پول از کجا می یابد؟ شاید ارسای اولوبیه نسبت این حتما یکان نقشه کشیده باشد. من هم نمی دانم این پول را از کجا می یابد. اما اگر پول یافت، حساب کن که 100,000 لشکر دارد. 10,000 دیگر از حساب سپاه دولتی که بر معاش دولت است باز زم می گردد. حتی بلگه اینقدر لشکر ندارد. باور کردن، تحقیق کردن و یافتن وظیفه توس. بعد تو ارسای رو با اسکندر یک چیز می دانی. درد اسکندر تنها این بود که دولت را به فرمان خود بیارد. ارسای پروای دولت ندارد. دولت خود را ساخته نیست. او برای در پهلوی تو شدن محبس رفت. برای چی؟ چون که در ترکیه من یگانه شخصی هستم که نسبت این همه اسناد مخصوص کسیت دارم. تو به ارسای چیزی که میخواست دادی؟ تو در یک کجا همراه او میبودی نمیدادی؟ من به ارسای تنها یک چیز را باید بدهم، مرگ سزاوار. اسناد و کسیت ها آیدی چیست؟ نامی کسی را که نگویی البته است. همه چیز درباره همه کس هست. هر کی اگر افشا شده باشد قید دارد. رخبازی های گنرال ها، رشوت خاری ها، مناسبت های با خارجی ها داشته، درباره همه روزنامه نگاران کسیت و اسناد دارم. جنایت های خاصه درباره همه این نوار های لازمه دارم و معلومات های ضروری نیز موجودند. تو برای چی به ارسا این خیلی خوبی کردی؟ من هم انسانم. تو در اسنای شکنجه همه مناسبت هایت را با گروه برباد دادی. خیر چی گرفتی؟ درباره داموزبخچی ها پرونده دارم. قوه های احتیاطی آنها در کجاست؟ آنها قوه های احتیاطی ندارند. مدیر، تو به هیچ کس چیزی را برای دائمی نمیدهی. باز نسخه ها هم داری در اگانجا. ارسای جای آنها را یافت. نشانی را بگو. آکا ما باید از اینجا رویم. هیچ کس ندیده باید رویم. اگر هاشم آمده
با چی ایفاق رسیدنش رو بگوید. میمانیم و میرویم. بفرموید. راو آقایت رو بید بیاید. با انتظاره. آقایم نیستم. چخیل نیست. نغمه نکن. گوی بیاید. نیست گفتم. هرچی که میخواید به من گوید. من میرسونم. نام تو چیست؟ محمد. تو زنگ زده آقایت رو گفتی که محمدی آمده است. تو رو دیده میخواهد. تلفنش خاموش است. در حضور من زنگ زن. از اینجا برآمده روید. نباشد میفرستم اتون. تو تنها تنی به جون من رو فرستاد نمیتوانی. من شما رو به جهنم میفرستم. انا برای همین برآمده روید. چخیل فرستادن میتوانی؟ یک فرستان کنی ببینیم. سلاحات را پرتو. میبرمه. تو چکار میکنی؟ رفتیم. آقا حسنو رو زنگ زن. یوری تجیبی رو فرستاند. اخلت رو خورده ایم اگر. ایم مرد مردن گیرد. پسری یگانای هاشیم برای چی میمرده است؟ نمیر. نمیر. در پایش پرانده هیچ چیز نمیشود. مرد است. عبدالشاه برایشته تقدیم میکند. کامیرا در کامپیوتر چیزی که هست کور کن. جوتر. عبدالشاه برایشته تقدیم میکند. تو مطمئنی که پسر هاشم است؟ این رو بین. کجا آمدیم و چی به سرمون آمد؟ کجا آمدیم؟ برای همین کار آمدیم. ای شدنی شد. هیچ کس نمیداند. چرا هیچ کس نمیداند؟ ما اینجا نامده ایم. چیزی رو ندیده ایم. فهمیدیم؟ سبت و نوار کامیره ها رو گرفتیم. در درون کس زنده نمون. این کار رو ما نکردیم.
آکا در کدوم طرف باشد؟ به فکرم از این طرف است، به همون طرف. شما ایسته. تو را بخونی کسی که تو را کشته است می شویم. اینجاست، تو یک ببین اینجا.
ویمارخانه باید برگردید. امروز بسیار مانده شدی. باید اونجا رفتنی باشه، فردا می روی. اگر کسی یا چیزی در کار باشد من می آورم. حمید، هیچ غم نیست، من نغزم. آخر در باید بزور می استی. یک کار دیگر را همه حل میکنیم، بعد به مرخانه میرویم. کجا میرویم جناب؟ حال دنگی تتر اغلو. پولیس سبک دوشش کرده است. او آدمی مدیر بود؟ آره. کی کشته باشد؟ احتمال قوی می رود که آدمان ارز. برای چی؟ مدیر نسخه های پنهانی پرونده ها را اینجا داشته است. تینجیز رفصد؟ انگوشتری داری؟ خودم خریدم. در عدلیت را که آسوده نمی گذاران انگوشتر گرفته ای. راهی آسان ترش هم هست، فر بهتر بشو، کسی به تو نگاه نمی کن. در خوابم دیدم که باز فر بهتر شدم، مرا دهشت فرا گرفت. من اینجا تو را مخصوص دعوت کردم تا بدانی که این آدم آدمی مدیر است و احتمال قوی می رود که جای کسی تها را نگفته از استنطاق مرده است. با من زیبید گفتی؟ انگوشتر بد است، ولی ماهیتش با تو زیبنده. یعنی قبول کنم؟ پیشنهاد کردم؟ بله. کی؟ فرید، یک دوستم. قبول که نمی کنی برای چی انگوشتر رو به دست می اندازی؟ چی؟ رشکت آمد؟ بسیار. فراموش کردم که انگوشتر دارم، ولی از ماهیتش خوشم آمد. به احساسات انسان ها بازیدن عیب است. عیب؟ چرا؟ بعضی ها با احساسات من بازی کنند عیب نیست؟ من به احساسات کسی بازی نکردم. همین تو نبودی که از علیب خواهش خاندان شدن کردی و فردوش امورد؟ بیا من پلوت، همه شما مردان یک خیلید. یعنی قبول نمی کنی؟ نمی دونم، یک فکر کنم. اما فکرهای تو مرو به تشویش آوردند. از دست نده. بیسی بیروح دغل. او لباسی کم یفتد که من او رو از دست ندهم. میخوام اینجی تتراغلو رو ببینم. ملاقات تعیین کرده؟ بگوید که ارسای اولوبه اومده است. خانم اینجی، ارسای اولوبه اومده است، شما رو دیدن میخواهد. چه میخواست است؟ نگفت، آدمانی سیلادار گیده بینه رو پیچوندند. رفیقان میپرسند که امینید رو خبر دیهیم یا نه. دعوت کنید. با پدرم خبر دادید؟ نه خانم. ندهید. بگویم تا تدبیر بیاندیشان خوب نمیشود. ضرورت ندارد، خودم میگویمش. Thank you.
بوین افندم. خوش آمدید. سلامت باشید. بفرمایید. لطف کردید که مرا به حضورتان پذیرفتید. خوب هستید؟ خوبم، سلامت باشید. تابم کمتر نیست. چه خدمتتون کنم؟ با شروع ما شریک می شوید. نفهمیدم. من می خواهم که شما با شروع ما شریک بشوید. کدام شروع؟ یک شروعی که این کشور را راهبری می کند. ببخشید، امروز بسیار سرکار بودم، مانده شدم. شاید فهمیده هم باشم. تو مرا با اسکندر آمیخته نکن. من به انقلاب احتیاج ندارم. من در اندیشه با نیرو کشور را راهبری کردنم. دوستان نیرومند و توانا دارم. یک تاش تو میشوی. تشکر، لیکن به من دخل ندارد. تو به شروع ما همراه میشوی. علاج دیگر هم نداری. چی کار میکنید؟ کودکم رو میکشید؟ گمان میکنید که با تهدید همه کار رو کرده میشود؟ من آن وقت داوود رو تهدید کرده بودم. حاضر داوود دیگر پروایی نبیره ندارد. در آرزوی کودک خود رو داشتن است. من احترامی تو رو میفهمم. هم طرف نیرومندش رو و هم طرف سستش رو. تو با من در کاری. اگر با تو و او در کار باشد برو با پدرم گفتگو کن. تجربه او خوبتر است. پدرت عضو شوراهای دیگر است. هرچی هست من هیچ توجه ندارم. اگر کشو درفشان بگویم گفته های تو رو من همچون یک اندیشه های پراکنده یک مرد دیوانه دریافتم. گفته های تو جز هزیان های یک مرد در زندان پر شکسته نیست. اگر تو گمان میکنی که من در سویم و اطلاعات ما رو تو به تعریف انتشار میدهی خطا میکنی. از این زندان تنها من شکسته نبرآمدم. نیم ساعت وقت داری. نفهمیدم. در حدود نیم ساعت پرکرور لیلا ترکمن لفافه در بالای میزش مانده رو میکشد و کسیتی درونش را تماشا میکند. فکر کن که یک زن پرکرار دشمنی توست. چطور شوهرت را کشته ای؟ زندان هست بالقدر تو را شکسته نمیتواند مگر؟ این دروغی محض است. من شوهرم را نکشتم. من پیشنهادم رو کردم. یا نزد من میشوی یا در آن زندان. ندانی میگویمت که این زندان در کجاست. پدرم در بینوست؟ آره. پیوستم بکن. خوب شده است. سلامت باشین. موشی جانتون. جیان این بسیار خوب بود لیکن قندش کو. تقا نرنج، من این را هزار بار گفتم هیچ نمی فهمد.
این کس ولی عهد رو است پرینس کمتر ناپیسند هم هست تقا چیزی که شیرین نباشد نمیخورد متهم همین شیرین نباشد بدم میآید ببخشید های ارهان او صادر شد کدام اف تقا علمدار بچهایتان را اوف کرد نه تقا این مسئله آسان نیست همین خیلی بگو یک شکلت گرفته بیان نمیشه بده این کار را باید به تاخیر نه اندازن هیچ گب نیست چه خیلی هیچ گب نیست تقا خودسری های عبدال و میمتی از هزار هم گذشته است دیگر یعنی تنبیه و ملامت میکند علمدار از حد بسیار هوا گرفتن بگوی هرگز نپرس آقا از روزی که من دستم را بای دادم توازن در این مؤسسه دیگر برهم خورده است من همیشه کوشش میکردم که عبدالهای میمتی با هم بسازند با یکان قرار آمدی سزا و علیکم بر سلام من خوبم تو نغز هستی؟ من تو را میپرسم آمدم به یک قرار گوش میکنم تو را طبیعی است که من آدمی تو هم مخصوصا در این روزهایی که قوت و توان از دست داده ای آخر به ما تو کجا میروی؟ اولین وظیفه تو؟ ذوالفقار را به پا خیزاندن است آخر آدمی تو هم گفتم میفهمی آدمی تو نه بلکه دخترت آدمی منی هرچه گفتم اجرا میکنی این ذوالفقار را خدا کرده است از دستی من چی میآید؟ من نمیدانم برو دستش را بگیر بپرس که به ما احتیاج دارد یا نی ای من همین آدمی افتاده را هیچ دست نمیدارم بسیار ناراحت میشوم آکا خانه آقای هاشم هجوم کردند پسرش را کشتند کی هجوم کرده باشد؟ چی حاجت پرسیدند؟ البته مخدوم خلباز که می شد بهترش به دلبرداری هاشم برویم آه یک خونریزی مدهیش می شود آقای میمدوه را زنگ بزنم بپرس که کجاست حاضر آکا مگر این خیلکو رو بینام داشته می شود خیر می روی ما حاضر می گویم که بک کرده چی بگوی عبدالحی می گویم که برای آوردن آقای هاشم رفته بودیم و پسرش رو کشته آمده اکا تو نه من کشتم تو برای حمایه من او رو کشته عبدالحی تو دیگر ازا نده اکا با او چی می گویم ما را دیدن نمی خواهد نمی فهمی واقعا دیدن ما نمی خواهد درست می گوید استم پنهان کردن با ما نمیزیبد هرچی باد آباد می رویم هرچی کردیم نقل میکنیم امروز ما را دیدن نمیخواهد اگر نقلش بکنیم یک عمری دراز ما را مرتد میخواند عبدالحی نفتیم تغلول جان مخبری ما در عدلیه کیست؟ در عدلیه یک کار دارم بگوی که مرا در درآمدگاه انتظار بشود
خوش آمدید، مرحمت بگذارید. بفرمایید خانم اینجی. سفش من با تو باور کردم میتوانم. البته خانم اینجی. یک کس با من مبارزه میبرد. همچون گناهگار دعوتش میکنیم؟ نه، اینجا گپی دیگر است. دایر به زندگی شخصی من کسی یک سند مخصوص با پرکورور فرستاده است. گپ اونجا در برای چیست هیچ نمیدونم. از خانم پرکورور خواهش کنم. با فکرم حاضر در کابینتش نیست. با اونجا چخل دارویم. خانم این بسیار خوفناک است. میدونم. یک کشاده می دیدم، اگر یکان چیز بیهوده باشد خوب، وضعیت رو با پرکرور می فهمونم. هرچی هست من باید امکانیت هایم رو استفاده کنم. پرکرور کیست؟ لیلو، ترکمید. بعدی نشویان خبر شما همه ما رو پوست کن. یک آدم بسیار سخت گیر است. خوب سوش، من خودم می کنم. خانم اینجی، من شما رو تنها آگاه کردن می خواستم. مایلش تو بزدی. خانم لیلا در راه بوده است، اندک پس می آید. پس ما وقت داریم. بسیار کم. آقای ابراهیم، برای خبر دادن امروز چیزی نیست. خانم لیلا همینجاست؟ نیست، باید بیاید. آقای ابراهیم، اگر خانم پرکرور دیر آید می شود که خانم اینجی او را در کابینتش انتظار می شود. دوستان ما از روزنامه دیگر ببینند عیب می شود. در اینترنت هم گپ بسیار می شود. ببخشید تو خب میکنی یا نه؟ بفرمایید. نوشیدن می خواهید؟ نه تشکر. تو هم همینجا می شینی؟ نه می روم. یک دو گپ با خانم اینجی میگویم و میروم. تو این رو همراهت بگیر، من در بیرون از تو میگیرم. بیرا از تو شبخه نکنم. خوب خانم. تشکر آکا، واقعا آدمی بزرگ هستی. خانم پرکرور سردارت را خوش ندارد، آگاهت کردم. میدونم آکا، واقعا او هم برای شدت وضعیت را پس کردن آمده است. سردار کنی در همین جست. کیست امراش؟ کیموندو است دیگر. تو میتوانی ملایم تر گپ زنی؟ سردار وقت داری؟ ندارم. در دست که کتاب نداری یعنی که وقت داری. چی شده است نیمتی؟ یکان واقعی ناخوش شده است؟ نشونیدی که ارسای چیکار کرده است؟ چیکار کرده است وی بشرف؟ آکا به خانه هاشم در آمده پسرش را کشته است. اینه یه سردار؟ آکای میمتی همش عیب من است. بسیار دیگر گپ نزن، عصبهای سردار را خراب نکن. البته همش با عیبی توست. کجا سردار؟ نزدی ممدو.
با تو چی میمتی؟ نه این از خلاف نظر نیست. هاشم با ارسای با افاقه رسیدن، پسر او رو برای چی میکشن؟ برای بگردنی میمدوخ زدن. جاهد میرویم. شنیدی عبدالله؟ تو چی کار میکنی اکا؟ ادامت را گیر، شدگی شد. بگذار باری او بشرف کنند. شما اینجا چی کار میکنید؟ تو سردار را گفته که سحر ما آماده بودیم. نه؟ یکون کار کردی چی؟ چی کار میکردیم باز؟ تو تنها آمدن و رفتنیم را بگو که ما پشیمانیم. اکا، شما با این مسئله پسری هاشم هیچ ارتباط ندارید ها؟ ما با هاشم و پسر هاشم هیچ مسئله نداریم، اما با ارسای مسئله داریم. عبدال؟ اکنون جانی بابای میمدو میسوزد. بین بچه روزها رسیده ما. خوش آمدید خانم پرکرور. خوش باشی ابراهیم. چی گپ های نو؟ این چی آمده است؟ چی میخواست است؟ برای وضع مناسبت هایتان چی دیگر میخواهد؟ با اتاقتان بردم که عیب نشود. چرا او را با اتاق من بردی؟ چی پسی در انتظار است؟ پسی در انتظار شود. چه خیلی که دیگران انتظار میشوند او هم انتظار شود. اگر من اینقدر خیره چشم بودن شما رو میدونستم هیچ در برای شما خبر انتشار نمی کردم. برای مهمان ما شدن چند بار شما رو دعوت کردن نرکور است. وقت که یافتم می آیم. با خانو پری زوجه پدرتون در برای نامه جوابی صحبت داشتیم. من اون رو دیگر در روزنامه‌تان ندیدم. ما با پری برای شما شده به همدیگر یک درفت دیدیم، ولی پس اون دریافتم که من ناحقم. یعنی با پدرتون صحبت داشتید؟ نه هنوز. من و پری روزهای نزدیک شما رو در خانه همون انتظار میشویم. خوب مایلش میایم. قول میدهید؟ میایم گفتم میایم. انگوشترین از پولود است؟ چی؟ مگر من خودم خریده نمیتوانم؟ بهوده خورسندی کردم. خیر تو دیدن. تشکر زیاد. داخلش رو نمیبینید؟ در روزنامه میبینم. تو هم یک وقت یافته به اداره روزنامه بیو. فرض کردیم فردا حتما انتظارت میشوم. مایلش خانم. از بیمارخانه برمیگشته باشد؟ اگر برگردد دوستی من خبر میدهد. حسنو رو فرستانم چی؟ حسنو رو تو به این کار شریک نکن. همه رو او آشکار میکند. خیر شما صحبت کرده شینید، من در پایان انتظار می شوم.
یکان دارو درمان نیست، بدهی که من این آدم را اندک آرام کنم. چی شده است که؟ خودش را داشتن نمیتواند، چنان رفتار میکند که گویا که خواب است. سایه از دستش گریخت، اکای پولاد را هم تر کرد، دیگر چی خیل دارو میشویم؟ اگر همی خیل من باشم دیوانه هم، او باشد چیزی مقرر است. دیدم که نشد، از همین داروهای خودم میدیهمش. خواهش میکنم نکن این کارو. برای چی؟ تو چی مرا زهر میدی که؟ با این چی دخل دارد؟ بدتر میشود، نکن این کارو عبدالغای. خوب شده است، شوخی کردم. تو همین جا باش. خوب باشم. مرغم خوش آمدی، خوش آمدی. سلام علیکم. مرحمت. تو به خانه هاشم هجوم کردی آقای میمدو؟ به خانه هاشم هجوم کردند؟ پسر هاشم را آدمانی تو کشتند. مرده است کودک؟ وای وای، به خدا قسم که حاضر از تو شنیدم، بسیار افسوس. باران؟ اکا با ما هیچ ارتباط ندارد. به شرف ارسای کاری کردنی اش را کرد. این را به گردن ما زدنیند همینطور. نزد هاشم میروم، تعزیه اظهار میکنم، میگویم که این کاری ما نیست. آنجا که رفتی دیگر بر نمیگردی آقای میمدو. هاشم این لحظه ها به هیچ چیز باور نمیکند. تو هم، باران هم، نزدیکترین آدمانتان هم دیگر آزاد نگردند، فهمیدید؟ خدا شکم زینب، مگر برق نیست؟ آقایم نمیخواهد. همه جا تاریک است، میستی که گریستان باشد. خوش آمدید. هیچ خوش آمدیم آقای زولکوف. چرا در این تاریکی نشسته ای؟ درونم سیاه، بگذار بیرونم هم سیاه باشد. هرچی که در درون داری به بیرون آشکار نکن. شما چه خیل جیانها؟ شکری خدا، جانمون را خودمون میکشیم. خب کن خوب. تاغا؟ برای چی ما رو آوردی؟ نمک با بالای زخم می پاشی. او جیانش رو گم کرده است و تو جفت جفت جیان می گردانی. خیر، خب کن خب، کاری نخوب شد، فهمیدم. بجانم نزن دیگر. امین جیانه جوهر گفت که بیا تقا یک حال پرسی آقای زولکوف بیرویم. خیسته ما آمدیم. امین دلی خودش که درمند است، وگرنه از کجا بفهمی این چیزها میرود؟ دو بیروزی جنهای ما هند، یک بیروزی از جن که بیروزی دیگر است امین جوهر. تقا تو این خلگپ ها رو نگو، تو این آدم رو کشتنی؟ بیا من دیگر گپ نزنم، همین شما گپ زنید. من این رسم رسومی جنداری رو از کجا میدارم که؟ من هم نمیدونم. امداد تو یکون چیز گوی. آقای ذوالفقار شما غمگین نشوید، ما هم جن میشویم برای شما. بچه جای اکی از جنم رو نگیریم هم، ولی بخیزید، بخیزید میرویم. آدم اینجا خون میخورد و ما با زخم دل و ارا رسیدن میگیریم. خدایا توبه مرا تنها گذارید.
ما دوستش میداریم، ولی میترسم که ما را دوست نمیدارد اگر برویم. برای همین تو را تنه تنها نمیگذاریم. شنید زازا، زهر میخورم. تو چی زهری بخوری، ما هم همان را همراه تو میخوریم. ها؟ امداد، برو زینل را بگو خواهرش را دعوت کند، بگو بیاید دردمون را دوا کند. تاقا، خوب کردیم که برخواستیم، ولی برای چی باششتی بعد خوب گریه میکنی؟ کی؟ من؟ من تنها برای آرامی عصبهایم گریه میکنم و تنها وقتی که احساس مرا فرا میگیرد، وگرنه از تقدیر برای چی میگریستم؟ عبدالحی و آقای میمت یامین جان، برای چی آمدن؟ برای محافظت آقای ممدو. سردار، ما هیچ کاری بد نکرده ایم، اقلا اجازه دید همین جا ایستیم. چیزی کردن میخواهید بکنید به من چی؟ تنها ممدوح را نکشید، دیگر هیچ چیز نمیخواهم از شما. فهمو سردار. اگر شو نباید خاکسترت رو باد میکند بچه. گوش میکنم. من اینجیم. من درباره مجلس آینده شروع همون خبرتون میدیم خانم اینجی. مدامی که من با شمایم، از شما یک خواهش میکردم. بفرمایید. در عدلیه ما یک مخبر داریم سوش، نام پدرش رو فراموش کردم. در این کار به من کمک کرد. یک آدم شبهنوک است. کوبو بینیم آدم کیست؟ با همون موافق هر چی ضروری است میکنیم. تشکر. آغوز در عدلیه یک مخبر بوده است. سواش با تدراغل ها کار میکرده است. یکان حادثه را تشکیلش کنید. اگر از سیدی های ما نسخه داشته باشد بگیرید. خوش شده از جناب.
معشوقه عبدالله آمده بوده است تا بفهمد که تو اینجا هستی یا نه. برای چی نامدن؟ اگر شنیده باشند. از کی فهمیدنش رو دانستم. دکتر را باید گوشه کشیدم، دیگر خبر دادن نمیتواند. بسیار خوب. یک چیزت میگویم، اما از اینجا برامده نمیروی، دم میگیری. با چی شده است؟ گروه به خانه هاشم هجوم کرده، پسرش را کشتند. ممدو؟ باز کیم میشد؟ به عقل ما نرسید. این را ما باید میکردیم. اگر ممدو را مجبور هم میکردیم به این کار دست نمیزد. برای تازیه هاشم باید برویم. اولو بی فردا میروی. او در عضو شورای ماست. اگر همین روز سیاه در پهلویش نباشیم، کی دیگر میتوانیم؟ آقای فرید همین جایند؟ رفته میبینم. یک لفافه برای شما آورده بودند، دیدید؟ نه، چی لفافه؟ بالای میزت هم مانده بودم. از کی بود؟ چی غیر لفافه؟ نفهمیدم که از کیست. با اینجا باز کی رو در آورده بودی؟ هیچ کس را خانم پرکرار، بجز از اینجی تتراغلو. ده، بالای میزت هم گذاشته بودم. خطا نمیکنی؟ باور دارم. حاضی رفته سبت نوارها رو ببین. ببین باز کی به اینجا در آمده است. خوب خانم. بروان آدم را بپرس، پهلویش بشین. من بعد می آیم، مرا دید می ترسد. فهمیدم آقا. نیست. پدرت کجاست؟ پدرم نیست. زنگ بزن بیاید. پدرم شما رو زنده نمیماند. گوش بگیرم میترم.
من پولاد علیم دارم، من همراه پسرت بیاگب دارم. ممدوح کرده است. این بی‌شرفی را غیر او کی میکنه دیگر؟ اگر تو اجازت بدهی تمامی قبیله او را یک با یک پیشی پایت می پرتایم. این مسئله خودی من است. اکنون من گفتنی گب نیست آقای هاشم. ما هستیم دیگر، برخی کارهای را به جای تو ما باید کنیم. اولو بی، بیا من قصدی پسرم را خودم بگیرم که دیگر در دلم آرمان نماند. از روی احترامی که من به تو دارم، این دفعه من به تو اجازت میدهم. سلامت باش. چیکار میکنی؟ مندویان چند بیرون نمیبرایند؟ میبراید. ممدو نبراید، نبیرش میبراید. نه، مندویان هیچ نمیبرایند. نامزدی نبیرش در محبس است. انسان اگر نامزدش به فلاکت گرفتار بشود، با عیادتش نمی آید مگر؟ نمی رد و زخمین بشود می گویی؟ چنان زخم بردارد که در بیمارخانه بمیرد تا عقل شوهر شونده‌اش به سرش بیاید. حل می کنیم.
من در کار نیست، با فرزندانم در کار است. برای چی این خیل بیعقلی کرده باشند؟ من نیو و دیگر کس درک میافت. جوانند، خواستند با اکای میمتیشان با همین عقلی کودکیشان فهمونند که آنها هم با چیزی قادرند. یعنی میمتی هم از این کار آگاه است؟ بله. تو بگوشان که اگر پل را بر میگردانند مسئله حل خواهد بود؟ نمیدونم، در داخل خودی آنها هم نارومیست. اگر فرصتی مناسب یافتم میگویم، اگر ببینم که وضعیت خوب نیست نمیگویم. نعمتی به کودکان نمونه خوب نمیشود. مادامی که کودکا به چنین کارها مرا ظاهر کردند، خوب میشود اگر تحت نظارت ما باشند. نسرین جان، اکنون نعمتی از پولا جدا شده است. مشکل است نه؟ چی؟ تنهایی. دیگر علاج ندارم. تو هنوز هم جوانی، تو را هر که خوش نکند وجود ندارد. جوانی که مرا خوش دارد هنوز ندیدم. هرچی باد و باد. بیا این بیگاه همراه یک جا خوراک بخوریم. سلامت باش. من گرد و چنگ درون رو تازه کنم. باشم. کار میکنین جی؟ همه خیلی نشستم. این جی تو چی اینقدر به کار پرکرور چسبیدی؟ زوجه از در حال خبر کشید.
من تو را بابای رسانیدم، به حرمتی نکنی. با پرکرور ها ستیزه نمی کنند، مخصوصا در واو بزرجه سردار هیچ ستیزه کردن ممکن نیست. عذر می خواهم، غلط کردم. پری برای محافظت تو و اهل آیلت همه کار را می کند. البته، آخر من دخترش می شوم، حسی مادریش بالا گرفته است، می دونم. بیا پری جان، بیا پری جان، اینجی می خواهد از تو عذر پرسد. ضرورت ندارد، من چیزی را که درست می شماریدم گفتم. خانم اینجی راضی نیستند، ما دیگر پای این موضوع نشدیم. نه نه، حق با جانب توست. امروز من عدلیه رفته بودم، از دوستی پرکرورت عذر خواستم. هم از نام خودم و هم از نام تو تکراراً به خانه دعوتش کردم. دوستی من نیست، بسیار کاری خوب کردی اینجی. ارسای اولبی به زیارتی تو آمده بوده است. این باز از کجا پیدا شد؟ تو از کجا شنیدی؟ راننده ما دیده بوده از وقتی که با ماشین نشستند. تو با ارسای چیکار داری؟ اومد و تهدید کرد و رفت. من با او چیکار دارم؟ من هم بر قصد او قرار دادم که مناسبتم را با پرکرورها خوب کنم. اینجی، بعدی اسکندر با طایفه مثل ارسای مناسبت کردن نمی خواهم. ببخشید، گوش میکنم طغرل. چی؟ شوخی میکنی؟ کیفم پرید. من حاضر با پدرم هم بگویم. تو از پای کار و باری جنازه بشو. کی مرده است؟ مخبری عدلیه همون. کم تر پیش دیده بودمش. از چی مرده بود است؟ صدمه ای رو با ماشین بورکش برخورده است. خانم پرکرور، با اتاق شما غیر اینجی و مخبر کسی دیگری ندر آمده است. با مخبر بگو بیاید. کودک بیچاره در صدمه راه فوتیده است، مخبران دیگر گفتند. شد ابراهیم، می توانی برایی؟ از اتاق من حجت را گرفتند، بطان آدم را بردند. شاید آمدن اینجی با اینها یگان ارتباط دارد. حمید را دیدی؟ حمید آمد، با عملیات آغاز میکنیم گفت. تو چی گفتی؟ من اصلا نگفتم او، ولی فکر کردم که تا بلای را بسرم نارد. نگفت که چند کس دارد؟ چی قدر که خواهد آدم دارد؟ پیشنهاد او را قبول میکنی؟ آکا، من آیله برپا کردم، پسرم هم کلان شده است، این کارها با دلم زده است. عزیزم، حمید به تو و فرزند تو هیچ امکان زندگی کردن نمیدهد. من زن و بچه‌ات را به یک جای بی خوف میبرم. روزش میآید که من کار آنها را تمام بکنم و تو به زنهار زن و فرزندت برسی. این کار با دیگر کارها مانند نیست آکا. من هر کاری که تو کرده ای می دانم، اما از هر طرف اعترافچیان به مبارزه آغاز کردند. در هر دو طرف آدم دارند. عزیزم، در گذشته هیچ کاری من به دیگرش مانند نبود. ما یا پیروز می شویم یا می میریم. من راه دیگر ندارم. کودک ها چقدر زود کلان می شوند.
گفتن که وقت داشته ای. بیا کوشنر جان. چرا تماشا داشتی در کمپیوتر؟ غنیمت های جنگ را. از همه جنگ های پر غنیمتتان همین است؟ یک خود کشور قدافی خودش کفایت است. امروز کفایت است، فردا نه. برای چی دانیا، بلژیک، شویسی از ما زیادتر دارا بشوند؟ ایتالیا و فرانسه را استثنا میکنی؟ برلوسکانی که غیر رخسارهای زنان چیزی را نمیبوسید دست قدافی را میبوسید. هرچی از پولی آنها پولی ماست. کی اکنون در نوبت است؟ از کسی دیگر اینقدر پولی که فراهم آوردیم نمیگیریم، ولی ما داد و گرفتمون را دوام میدهیم. در هیچ کدام آنها ساختار پیشینشون نمیستد. همشون پاره پاره میشوند. همشون پاره پاره میشود میگویی؟ بود ترکیه را تقسیم کنیم زید میبرایی. همه چیز وقت و ساعت دارد. ترکیه هم اکنون به من در کار است. ترکیه به ما هم در کار است، اما نه ترکیه دموکراتی، بلکه ترکیه دارای سلاحی بزرگ. دیکتاتور میخواهد؟ آره. کی بوده است او؟ ارسای اولوبی. ایمانی از برای خدا. اگر ارسای موافق نباشد هم ما با او هرچ میخواهد میدیم. برای پولا دلیم دار که زیدی ما کار میبرد، هیچ کاری نمیماند. شورا تأسیس داده است. بسیار خوب. در این منطقه در هر کنج و کنار یک کمیته و شورا می شود. لیدرها می خواهند از جانب مردم اعتراف شوند. من هیچ تصور نمی کنم که ارسای موفق می شود. ما کمکش کنیم موفق می شود. چونان که من بر رفتار پولاد علمدار مقابل ما هیچ دخالت نمی کنم، تو هم با کردارهای ارسای کار نمیگیری؟ شمیر جان، ما میراث بران ریمیانیم. ما در سیاست انعنی ریمیان را تا امروز دوام میدیم. در میدان ارسای از پولات است. تو هر دوی آنها را همچون گلادیاتور تصور کن. وقتی که تو گلادیاتور خود را از دست میدهی اندوگی میشوی، ولی من برعکس تو میدونم که یک گلادیاتور چقدر که موفق شدن میخواهد میشود، حتی به کدام درجه که میخواهد برسد میرسد. نهایت یک روز، نه یک روز، در میدان جنگ، در وقت محاربه تن به تن شکست میخورد و یا حتما میمیرد و از این تنها ریم موفق میشود. من نمیدانم در میان گلادیاتورها یگان ترک بود یا نی، لیکن اینها گلادیاتور نیستند. اینها به فنا گشتن باور ندارند، به شهید گشتن باور دارند. ترک ها بسیار تغییر یافتند شمیر. اکنون هیچ یک ترک مردن نمیخواهد. مثل پولاد هزارها دارند. برای همین من اجازت میدهم ارسای ها باشند تا آنها را مشغول بدارند. اون سال جان، به من باز چه خبرهای خوش آورده ای؟ آره جناب، پولی دوستانی مصریم اون را که گم شده بود یافتم. مبارکت بود. دوستان ما پولی بسیار دارند، بگذار در دست تو بماند. تو برای فاندهای نهانی صرف میکنی. دوستان ما اصلا میخواهند بدانند که این دوست کیست. در این کار آدمان پلا داریم دار شریکند. هرچی هست پولاد آگهی ندارد. این طور نه. پول را به شرط آوردن که نامیان ها مخفی بماند. این آدم ها را استفاده ببر. هر کسی که به صاحبش خیانت میکند همیشه به درد ما میخورد.
شبانه اشته تقدیم میکند. خیر و خیریت است خانم. آزاده را زخم دار کردند. آزاده کیست؟ نامزدی باران. مرده است مگر؟ زخمش خفناک است. این خیلی باشد خانم پرکرور، باران را ما دیگر داشتن نمیتوانه. من به وی دختر قول دادم که امنیتش را تامین میکنم. اگر درباره پسر هاشم پرسیدنی باشی، ما هیچ ارتباط نداریم. من برای این نامدم. آزاده را زخمین کردند. این خیل شدنش معلوم بود. بی ناموس ها. اگر خواهید با بارون نگویید، حالش اندک بهتر شود، بعد می توانید بگویید. مرده است یا زنده؟ در کدام بیمارخانه است؟ تو بگو ابلا. شما چرا اینجا استاده اید؟ کارمون همین. یک به این طرف بیاد خانم. چی باقی عبدالحی؟ با خانه هاشم ما هجوم کرده بودیم. چی؟ تو چیکار کرده استاده ای؟ ما رو کشتن خواستن. ما هم پس نامدیم. لیکن قسم میخورم که با پایش پرانده بودم. و این کاری کرده ای تو؟ باز چی نقل داری؟ آکا خانمی پرکرور به سردار میرساند. من اینجا یکی میمیرم. من نمیتوانم که از سردارمون پنهان کنم. یک عمر در محبس میمونید. تو هم های ترساندی از محبس. ما پروای محبس نداریم. گذشته از او خود مدافعی گفتنی گپا هم هست. کی باور میکند که تو برای مدافعی خودت کردی؟ حتی من باور نمیکنم. قیدهای نوار هست. باران نیست. چی خیل نیست؟ نمیدونم، رفته است. کو بفهمید آزاده در کدام بیمارخانه است؟ زودتر. خوب شده است. تمام. بیمارخانه را دیدند. باران نیست. در آمدنش را دیدند. بر آمدنش نی. بابای مندو، تو با سردار زنگ زن وضعیت را بگو. او عاجلاً هاشم را میبیند. این کار پولاد نیست. اگر نیتی یکون کار کردن داشته باشم، همه همون از پای این کار میشویم بابای مندو. آقای مهمتی راست میگوید. ما هم تمام امکانیتمون را استفاده میبریم. حاضر موردش نیست لیلا. گناهش را اعتراف کرد؟ نه نکرد آقا.
ممدوح تو رو فرمودی ها با خواست خود کردی. ما پسری تو رو نکشتیم، نکشتیم. آقای هاشم همینجاست. عبدالجبار رشته تقدیم میکند. پولو دلیم دار آمده است، بکشیمش. تنها آمده است؟ آره آقا. تو مجنونم کرده لیلا. لیلا جان وقت ندارم. پولوت، این خیلی مهم است. جانم، وقت ندارم آخر. یک ایلوچ کرده وقت بیوب. من زنگت میزنم پسان. من از خورسندی زنگ نمیزنم. مهم است، گفتم مهم. من هم از خورسندی وقت ندارم نمیگویم. خیلی خوب. اگر تو هم زنگ زنی میگم که وقت ندارم. اما دونسته باش که پسری آقای هاشم رو میمتی با عبدالحی کشته است. چی؟ برای چی آمدی؟ خدا رحمتش کنه. برای چی آمدی؟ اندوهت گران است، برای تسلی آمدم. از دردی من با تو چی؟ با مرگ پسری تو آقای میمدو نبیره و قبیله او گناهگار نیستند. ارسای کرده است؟ کسی کرده باشد به محکمه میکشمش. به تو قول میدهم باران را بده میروم. باران کیست؟ آقای هاشم. تو میدانی چی میگویی؟ محکمه که تو میگویی چیست؟ پسری من خفتیده است و من دیگر بر همه تو محکمه تو در کار نیست. میدانم که نبیره آقای میمدو همینجاست. بیا بده من بروم. تو نادرست فهمیدهی، این خیل آدم اینجا نیست. شاید بچه های من به خبر او را گرفته باشند. من می فرستانمت. عبدشا برایشته تقدیم میکند. چی شد؟
تو جدی میگویی؟ نه شوخی کردم. لیلا این خیلی نباید باشد. کسی به تو گفته باشد دروغ گفته است. هیچ کس نگفته است. آنها خودشون گفتند. یک لحظه حتما باید بخوریم. این کار خیلی جدیست. تو رو ندیده یکون کار کردن نخواستم. من زنگت میزنم. عبدالشاه برایشته تقدیم میکند. تقدیمات از عبدالجبار اشته.